بخش ورزشگاه برنامه بامداد و مهمان ما هم اسیب ملکزاده هستند. عضو تیم ملی جوانان فدراسیون باکس افغانستان اینجا با ماست. در رابطه با مسابقاتی که با کشور روسیه داشتن میخواییم که صحبت های داشته باشیم و ای که از چند سالگی ورزش باکس آغاز کردن. آیا نخستین رشته ورزشی هست و یا هم رشته های دیگر هم تجربه کردن؟ اسیب سلام، صحبت بخیر، بسیار خوش آمدید. سلام خدمت شما همکارانتان و بیننده های تلویزیون طلوع باکس، برنامه بامداد خوش. امید که یک صبح خوب خوش آغاز کرده باشین. بسیار خوش آمدید. سلامت باشین. همین ورزشکارامتر با انرژی که باشن آدم لذت میبره. طبعا. بله. چند روز پیش در روسیه مسابقات باکس بود. بله. بین بیشتر توضیحات بتین در رابطه با این مسابقات. این مسابقات سالانه یک بار برگزار میشه که این بار کشور روسیه میزبان این مسابقات بود. بله. که تقریبا چهار کشور در این مسابقات شرکت کرده بودن: افغانستان، روسیه، اوکراین و بلاروس که در این مسابقات شرکت کرده بودن، که خوشبختانه افغانستان مقام قهرمانی مسابقه را به دست آورد. ماشاءالله. چند ورزشکار از افغانستان بود؟ از افغانستان هفت ورزشکار بود. کیا تانستن که مدال بگیرن و کیا از مقام اول یعنی طلا، دوم برنز، دوم نقره و برنز یا شده؟ الحمدلله به شمول خودم دو دوست دیگه هم تانست که مدال طلا را بگیره و چهار دوست دیگه هم تانست که مدال نقره را از آن خود کنند. چقدر آمادگی گرفته بودین به خاطر این کپ قهرمانی و مدالی که در کنارشان است؟ باش که مدالتون هم نشان بتم کاله باز امطور نمانه. به خاطر مسابقات ما تقریبا سه ماه آمادگی گرفتیم. حتی در رمضان ما دو تا تمرین میکردیم که از یک طرف سختی و از یک طرف سختی گرسنگی و از طرف دیگر تمرین سکل داشتیم، که از خاطر این مسابقات آمادگی زیاد گرفتیم. از چه زمان ورزش بوکس آغاز کردی یاسین؟ ما تقریبا مدت 5 سال میشه که ورزش بوکس آغاز کردیم، که در این مدت تانستیم مسابقات زیادی را انجام بدیم. مسابقات داخلی زیاد داشتیم و هم اولین مسابقه خارجی بود. تجربه اولین مسابقه خارجی چگونه بود؟ تجربه اول ای اولین تجربه بود برای من، که بسیار واقعا من بسیار چیزا را از این تجربه از این سفر آموختم، که همی طریق تکنیک و تکتیک بوکس خارجی را دیدم. طبعا خودش یک تجربه خوب بود برای من. بله. با چه تجربه دوباره برگشتی اومدی به افغانستان؟ چه چیز از روسیه با خدا آوردی بجز از مدالت؟ بجز از مدالم دیگه منظورم از حرکات ورزشی، از ورزش، از قهرمانای که اونجا آمدن و به مسابقه دادن، چی چیز برات زیاد خوشایند بود دوباره آمدی افغانستان تا اینجا تجربه بکنی؟ بله، گفتم همین طریق تکنیک و تکتیک متفاوت داشتن. وقتی که فایت و تکنیک افغان ها امرای فایت تکنیک مردم خارج زیادتر متفاوت بود. بله. و همین تکنیک های خودش برای من یک تجربه خوبتری بود. با چند ورزشکار مسابقه دادیم؟ در اونجا با 3 ورزشکار مسابقه دادیم که از کشورهای مختلف بودن: اوکراین، بلاروس و این فاینال از کشور روسیه بود. کدامش برات خیلی دشوار بود و حراس داشتی؟ حسیب ملکزاده کمی هم حراس داشت که مبادا با اینا ببازه. حراس خوشکر از حریفم نداشتم، اما حراس ایز داشتم که نشه خدا نخواسته در رنگ ببازم. زیادتر از حریف فاینال هم حریف روسی بود، که قبل از من تو مسابقه خدا بسیار باسنی برده بود و اگر حریف خدا نکاوت هم کده بود، که زیادتر از مسابقه حراس داشتم که خوشبختانه در اون دوال نکاوت شد. بله. حسیب جان، ورزشکاری که داخل میدان میشه برای مسابقه چی چیز برش بیشتر مهم است؟ ورزشکاری که داخل میدان میشه باید نه تنها از لحاظ جسمی بلکه باید از لحاظ روحی باید آماده باشه. درست قبل از اینکه ما تقریبا امروز که مسابقه کردیم، یک روز قبل از افغانستان یک حادثه بسیار وحشتناک رخ داد، که طبعا وقتی ما صفحات اجتماعی را چک میکردیم طبعا یک تاثیر بسیار منفی بالای ما گذاشت، که همی خود طبعا بسیار انسان تحت تاثیر قرار میده. بله. و دوستایی هستند که با تمام این مشکلات میرن و در میادین بین المللی افتخار کسب میکنن بر افغانستان و اینا نیاز برای حمایت و تشویق دارن تا ما حمایتشان بکنیم و شمایی که میتونین کمک بکنین لااقل با کوچکترین حرف میتونیم کنار ما رویه ببخشیم، توانایی ببخشیم. و بیم از افغانستان، از امکانات تمرینی در داخل کشور میشه صحبت بکنیم، که چقدر امکانات تمرینی برای شما میایاز؟
امکانات تمرینی فعلا خوب شده با آمدن رئیس جدید ما شکیب ستاری که واقعا آدم فعال هستند که ما تانستیم صاحب اگرنگ خوب باشه و همچنان زال تمرینی خوبتر داریم. فعلا امکانات نسبت به سابق خوبتر در زال در فدراسیون باکس. بله و در داخلی از داخلی بین مسابقه بگوین که چند مسابقه دادین به داخل؟ در داخل کشور مسابقات زیاد انجام دادیم که تقریبا دو مسابقه تیم ملی انجام دادیم، یکی در کاتگوری ها مختلف که یکی در مسابقات نوجوانان بود. اینجا است یعنی مدال های تا؟ بله بله این مدال هاست. اون مدال هاش هست بیان تقدیم نمایش هست که از که درست نمیفهم کدامش از کدام از کدام مسابقه هست بختری ولی تمام مدال های تان هم مدال طلا هست الحمدلله. که اولی مسابقه نوجوانان ما بود که دوان 50 کیلو مسابقه کردم تقریبا دو سال قبل بود و سال که گذشت مسابقات جوانان بود که در افغانستان دوان 56 کیلو تانستم مقام اول به دست بیارم. بله بکسرها در داخل میدان که میشن وقت مسابقه بیشتر مواظب روی و بینی خود می باشن، اما تر است نه؟ صدمه نبینن. خب تمام موی دیگه در روی و بینی هست. بله و برنامه آینده هم داری، برنامه بعدی هم داری به خاطر رشد ورزش خودت در افغانستان؟ بله طبعا وقتی که ما وقتی که از روز که در مسابقات نوجوانان بله. شرکت کردم از روز ما هدف برای خود تعیین کردم که من میخوام انشالله یک روز مدال المپیک به افغانستان برم و این هدف ما است انشالله و این هدف پورا میسازم و زحمت زیاد میکشم تا این هدف خود برآورده بسازم. کسی هم است که کمکت بکنه تشویقت بکنه سیب جان؟ واقعا من میخوام از طریق پرده شما از فامیلم بسیار تشکر کنم بخاطر واقعا ما را حمایت کردن در هر حالت که بوده و از استادای عزیزم استاد حیات عثمانی و استاد شاولی عثمانی که واقعا بالای من زحمت شبانه روزی کردند. بله یک دوست ما میال یک چیز بر ما گفت ما هم باید بگویم در گوشکی کس اگام دفعت همکارای ما گپ میزنن میگن اگر عریف آسیب جان کمی هم تیزتر باشه چالاکتر باشه و دستایش هم کمی هم درازتر باشه چگونه شکست خواد دادید؟ زیادتر اگر شما مسابقه هم هردیده باشین شاید اکسای ما آوردیم حریف های من نسبت به من زیادتر بلندتر بوده و اما زیادتر راحت هستم امرو را حریف بلندتر بخاطر که امون طریق تخنیکی را که امرو حریف بلندتر میفهم امرو را زیادتر تمرین کردیم و امی حریف فاینال ما که در روسیه بود شاید متوجه شده باشین که امون قدش درست امون چیزی که شما میگید قدش دستش کاملا دراز است و تانستیم که امون تخنیک هایی را که از استاد خود بیاموزم از امون تخنیک ها که باید زیادتر آدم کوشش کنه وقتی حریف بلندتر باشه خدا با اون نزدیک بسازه. وقتی که نزدیک ساخت فکر کنه که برد دیگه از کسی که والا چطور مسابقه را کنترل میکنین خودتان؟ خود دیگه وقتی از نگاه ذهنی و روانی میگم از نگاه ذهنی اینال کسی که زیادتر در رنگ مسابقه کرده باشه ابو رنگش باشه مثال ما وقتی که مثلا خارج رفتیم در روسیه شاید زیادتر حریفای ما را شاید زیادتر برشان ساده بود بخاطر اون رنگشان بود و در رنگ شاید از چند بار مسابقه زیادتر کرده باشن اما برای ما بار اول بود و در نخود شاید می کنترل می ذهنی مسابقه شاید دست از بود. اصیب قوی ترین بوکس در بوکسینگ چی خواد بود؟ بله؟ قوی ترین بوکس در بوکسینگ خب فهمیدم گپتا الان نظر با ورزشکار است که کدام مشت درست زده میتونه و کدام مشت خودت خوبتر زده میتونه. ما زیادتر ما افغان ها یک مشت داریم به نام مشت دیقانی میتونه. بله مگر مشت دیقانی متاسفانه در مسابقه دیگه هیچ استفاده شده را میتونه زیادتر مشتی که ما بالا شاکم هستم آکن راست است که عریف خودم تانیسی امرای مشت کود بسازم و الان نظر با ورزشکار فرق میکنه کدام ورزشکار در کدام مشت زیادتر راحت است کدام مشت درست زده میتونه کدام مشتش نمره به شایلال و نظر به ورزشکار است. بله ما با دوستای خود که بعضی وقتها اگه هم جای میرم برای تفریح باز اونجا یک زمزک میباشه نه؟ باز من میبینم میگم باش کمی مشت خود ضربه شد ببینم که چقدر از ضربه نه؟ باز میبینم بسیار ضعیف هستم چطور من میتونم همی ضربه مشت خود قوی تر بسازم؟ اول اون نظر به تمرین است شاید شما تمرین شاید تمرین کرده باشین یا تمرین نکرده باشین وقتی تمرین نکرده باشین اصلا همو طریق مشت زدن نمیفهمید که چه قسم بازم زگ مشت بزنی و چه قسم در کدام از کدام ولات مشت بزنی از کجا باید پرتاب بکنیم مثلا نه خیر از این قسمت های مشت باید از این قسمت باید زده شد اعتباد باشه نیم بله از اینجا باید پرتاب شده بله بله ضربه مشت خود چطور است؟ نگفتی یک بار استاد شو ببینم باز به خدا نکنه از ما چی که از داخل رنگ از بیرون رنگ هیچ گپ نیست بخواستم یک آمنکات یاد بگیرم از آسیب جان ولی
یادم نداد دیگه که از کدام حرکات باید استفاده بکنیم تا بتونیم ضربه مشتم قوی تر خوب تر شد. گفتم و این نیاز داره برای تمرین کردن. بله نیاز داره برای تمرین کردن که حرکات مختلف داره که وزن برداری است و طریقه درست زمزک زدن است و هدفگیری است که کل ازی باعث بشه که ضرب مشت بالا بره. عصیب 40 ثانیه وقت داریم. در 40 ثانیه چی گپ مانده که میخوایم او را بگویی برام؟ در 40 ثانیه همی گپ میخوایم که دولت باید بالای ورزشکار، این گپ کل ورزشکار است که دولت باید بالای ورزشکار توجه کنه. بختری که ورزشکار در امکانات کم خود میتونن که مدال تره، ولی بسیار ورزشکار دیگه هست که در هر رشته میتونن از خارج مدال بیارن. وقتی که دولت توجه بیشتر کنه، بودجه زیادتر بعد المپیک اقتصاد بتا، پس فکر کنیم که بسیار تشکر انشاءالله ورزشکارا میتونن زنده باشین. تازه خبر ساعت 8 تقدیمتان میشه، اما پیش از اون خبر